در اواخر دهه 40 خورشیدی صدایی در دنیای موسیقی ایران شکوفا شد که مدح و تحسین استادان بسیاری را برانگیخت. هایده با حنجره طلایی ظهور کرد و ملکه آواز ایران شد. اما افسوس خیلی زود این بانوی هنرمند با غم غربت و دوری از وطن جان سپرد. معصومه ددبالا در 21 فروردین سال 21 در تهران و در خونه بزرگ و پرجمعیت در محله عین‌الدوله حوالی میدان بهارستان متولد شد. پدرش محمد باقر ددبالا با اصلیتی تبریزی و مادرش زینب بلغاری اصالتاً رشتی بود. پدر هایده در مجموع 4 همسر داشت که همه این زنها با بچه هاشون توی همین خونه زندگی می کردن. هایده و مهستی خواهرش یک خواهر و یک برادر تنی هم داشتن و مادرشون آخرین همسر پدر بود. علاوه بر اون 13 خواهر و 5 برادر ناتنی هم داشتن. زمانی که هایده حدوداً 6 ساله بود پدرشون فوت میکنه و یکی از برادران ناتنی بزرگتر اونها به نام اکبر عملاً سرپرستیشون رو به عهده میگیره. صدای خوش در خانواده هایده و مهستی موروثی بود. هم مادر و هم یکی از خاله های اونها صدای خوبی داشتن. هایده در گفتگویی که چند ماه پیش از درگذشتش با بخش فارسی صدای آلمان داشت درباره پدرش به این نکته اشاره کرده. او گفته بود پدرم یکی از هنردوستان واقعی بود که به موزیک کشورمون عشق می‌ورزید و اغلب روزها و شب‌ها رو با موزیسین‌های خوب و خوانندگان می‌گذروند. من در اون خانواده به دنیا اومدم و از بچگی یاد گرفتم که به موزیک گوش کنم و البته در خون من هم بود و خداوند هم با لطفش به من صدایی داد که امروز میتونم در کنار شما بنشینم و در هر صورت ملت ایران منو به عنوان یک هنرمند قبول داشته باشن. هایده بعدها در مصاحبه های متعدد اعلام کرد که تنها خواننده مورد علاقش در دوران نوجوانی خانم دلکش بوده که به خصوص از کشش و تون صدای این خواننده بسیار خوشش می اومده. او در سال 1334 در 13 سالگی با نوری که حدود 21 سال داشت ازدواج کرد. آقای نوری از افسران ارتش بود و البته اون زمان درجه سرگردی داشت. با اینکه خیلی ها گفتن شوهرش سخت گیر بوده و اجازه فعالیت هنری رو به اون نمی داده، اما آهنگسازانی که با این خانواده در ارتباط بودن همسرش رو فردی منعطف و روشن فکر می دونستن. هایده پس از ازدواج در کوی افسران منطقه امیرآباد زندگی می کرد. از قضا از میون دوستان و آشنایان خانوادگی اونها سرهنگی بود که با دختر خاله محمد رضا شاه یعنی خانم مهری دوستی خانوادگی نزدیکی داشتند و همین امر باعث راه پیدا کردن هایده و مهستی به برخی مهمانی های دربار شد. هایده از ازدواج با نوری صاحب 3 فرزند شد. 2 پسر به نام کامران و کیوان و 1 دختر به نام کیانوش. چهره شاخص آهنگسازی در دوره نخست فعالیت‌های هنری هایده شخصی نبود جز علی تجویدی که معرف اصلی او به جامعه هنری ایران هم بود. هایده از طریق دوستی به رهی معیری و از طریق رهی با استاد تجویدی آشنا شده بود و البته پس از تجویدی باید به مهندس همایون خرم و بعدها محمد حیدری، جهانبخش پازوکی و انوشیروان روحانی اشاره کرد. هایده پس از چند ماه تمرین‌های فشرده خوانندگی نزد علی تجویدی در اواخر پاییز سال 47 آماده شد تا ترانه معروف آزاده ساخته تجویدی رو با آخرین شعر از رهی معیری بخونه. و به این ترتیب هایده وارد عرصه خوانندگی شد و آنچنان اوج گرفت که بسیاری عاشق صدا و آوازش شدند، به طوری که هنوز هم بعد از گذشت 3 دهه از درگذشتش او همچنان مثل ستاره‌ای در آسمان موسیقی می‌درخشد. هایده دائما با ایرج در تماس بود، با او درد دل می‌کرد و از آرزوی برگشت به ایران می‌گفت. ایرج دوستی که به شدت نگران سلامتی هایده بود و هنوز هم مرگش رو باور نکرده. به گفته خودش نمیتونه حتی یکی از آهنگهای هایده رو کامل گوش بده. در ژانویه 1990 هایده برای اجرای 2 برنامه به شمال کالیفرنیا دعوت شد. ویدیوهای پراکنده‌ای که از اون شب پخش شده اونو به ویژه در بخش پایانی برنامه بسیار بیقرار نشون میده. ایرج میگه هایده با من قبل از اجراش تماس گرفت و گفت که قلبش درد میکنه. من عصبانی شدم و گفتم بره دکتر و قرار شد بعد اجرا بره، اما همه چیز فردای اون روز تمام شد. هایده از دیابت، فشار خون و بیماری قلبی رنج می برد و فردای اجرا دچار سکته قلبی شد و از دنیا رفت.
پس از درگذشت بانوی آواز ایران در غربت، شهرداری لس آنجلس ستاره‌ای به نام این هنرمند ایرانی در بلوار مشاهیر شهر لس آنجلس قرار داد. بانوی آواز ایران در آرمستان وست وود با حضور گسترده دوستدارانش در لس آنجلس به خاک سپرده شد. از این هنرمند شهیر بیش از 150 ترانه بر جای مونده. یادش گرامی. یه تکیه گاه مهربون رفیق من.